يا علي 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 يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر. این برنامه دو تا هدف رو پیگیری میکنه. هدف اول یک سری سوالاتی برای ما شیعیان مطرح است نسبت به اهل تسنن. یه عالم دینی باید همون چیزی رو که میداند به مردم ابلاغ کنه. خب اینها نمیکنن به هر دلیلی. ما این کار انجام میدیم. لذا هدف دوم ما از این برنامه این است که واقعیت هایی رو نه تنها به شکل گفتاری، نه به شکل تصویری. شما هم اگر معتقده به قرآن نیستید، مگه ادعا نمی کنید که قرآن کتاب خداست و هر چه در این قرآن هست باید مورد عمل قرار بگیره؟ ما کاری به شیعه و سنی نداریم. عقل خودتون حاکم کنید. چرا اهل تسنن نعوذ بالله فهم، درک و شعور پیغمبر رو پایین تر از ابوبکر و عمر می دانند؟ واقعا برای ما جای سوال است. تک تک سوال ها رو می مطرح می کنیم، نه با قصد و غرض خاصی، نه فقط به عنوانی که بدونیم. بالاخره ما هم در بحث تحقیق، در بحث پژوهش، وقتی به کتب اهل تسنن مراجعه میکنیم یه سوالاتی برای ما پیش میاد. چند بار از این مولوی یا اهل سنت شنیدید که در کتاب صحیح مسلم حدیث داریم که عمر بن الخطاب حکم تیمم رو نمیدانست؟ چند بار به شما گفتن که در صحیح بخاری حدیث داریم که عمر بن الخطاب بدعت گذاره؟ چند بار به شما گفتن در صحیح بخاری حدیث داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها با ابوبکر درگیری پیدا کرد و با عرض کنم که ابوبکر قهر کرد، قطع کلام کرد، حتی اجازه نداد ابوبکر بر جنازه ایشون نماز بخونه؟ اینا رو کی به شما گفته؟ خلیفه ای که از اولیات دین خبر نداره چطور میتونه برای شما ملاک تدین باشه؟ دریغ از یک جواب. اگر کسی پیدا شد و به این سوالات پاسخ داد، بنده همینجا اعلام میکنم حاضرم دست از تشیع بردارم و سنی بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت تک تک برادران و خواهران عزیز، امیدواریم در هر کجا که هستید موفق و مؤید و پیروز باشید. از این که ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. از این که اظهار لطف میکنید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که این برنامه ها و این زحمات مورد رضایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیرد و نتیجه مثبتی انشاءالله به دنبال داشته باشه. یکی دیگر از سوالاتی که در این جلسه ما از اهل تسنن داریم و بالخصوص از علماشون، چه اصرار دارید علمای اهل تسنن به دروغ برای مردم ابراز بدارید که رابطه امیرالمؤمنین علیه السلام با خلفا خوب بوده؟ چه اصرار دارید که مردم باور کنن اینا با هم مشکل نداشتن، اینا با هم رفت آمد داشتن؟ اگر شما چنین اعتقادی دارید، پس یک عرض کنم نگاهی به کتابهای معتبر خودتون بندازید. یک سری مطالبی در اونجا هست که این مسئله رو نفی میکنه. یعنی در کتب اهل تسنن مخصوصا صحیح بخاری و مسلم می احادیثی نقل شده که چنین چیزی که شما به دروغ به مردم گفتید ازش استفاده نمیشه. از اون احادیث استفاده میشه که نه تنها اینا با هم مشکل داشتن، بلکه نظرات خاصی نسبت به همدیگه داشتن. که ما در اینجا حدیثی رو از صحیح مسلم براتون میخونیم که در این حدیث به طور شفاف به نقل از عمر بن الخطاب نظر امیرالمؤمنین نسبت به عمر و ابوبکر بیان شده. یعنی عمر داره میگه شمای امیرالمؤمنین و شمای عباس عموی پیغمبر، نظرتون نسبت به من عمر و برادرم ابوبکر چنین است و چنان است. وقت شما خودتون حکم کنید آیا اینها داله بر حسن روابطه، آیا اینها داله بر این است که امیرالمؤمنین اینها رو قبول داشتن، با اینها رفت آمد میکردن، اینها رو تأیید میکردن یا خیر.
کتاب صحیح مسلم با این چاپی که دست من است، چاپ دارالکتب جلد 3 صفحه 1379، کتاب الجهاد و السیر باب و حکم الفیع. یه حدیث طولانی است که به خاطر یک جریانی عباس عموی پیغمبر و امیرالمؤمنین علیه السلام میان پیش عمر ابن الخطاب، یه حرفایی صحبت میشه، جریاناتی که حالا اونایی که کتاب دارن مراجعه کنن به کتاب. حدیث طولانی است اما مورد نظر ما این تکه آخر است که بعد از آن که اینها صحبت کردن، امیرالمؤمنین صحبت کردن، نظراتی رو فرمودن، عباس چیزایی رو پیشنهادهایی داشت و تقاضایی داشت. قال عمر، عمر چنین گفت، این قال مربوط به عمر بن الخطاب است، فلما توفی رسول الله، وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت صلی الله علیه و آله و سلم، قال ابوبکر، ابوبکر گفت انا ولی رسول الله، من ولی پیغمبرم، من خلیفه پیغمبرم، فجئتما، شما دو نفر یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و عباس، تطلب میراثک من ابن اخیک، شما دو نفر پیش ابوبکر رفتید، تطلب میراثک من ابن اخیک یعنی عباس از بچه از پسر برادرش ارثشو طلب کرد از ابوبکر، و یطلب هازا و طلب کرد همین آقا این امیرالمومنین علیه السلام میراث امرأتهی که اون قضیه فدک است، ارث خانومش رو، من ابیها، یعنی شما دو نفر اومدین پیش ابوبکر، عباس گفت که ارث پسر برادرم رو به من بده و توی امیرالمومنین هم گفتی که میراث خمسرم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم به من باید بدی. فقال ابوبکر، ابوبکر چنین گفت، قال رسول الله، ابوبکر گفت پیغمبر فرموده است صلی الله علیه و آله و سلم، ما نورث ما ترکنا صدقه، که حالا در جای خودش بحث میشه، یک حدیث دروغی رو ابوبکر اونجا نقل کرد که پیغمبر اکرم فرموده است ما پیغمبرها ارث نمیگذاریم و هر چی که ما میگذاریم صدقه است، که اونهایی که دقت دارن میدونن این آیه، این حدیث دروغی از پیغمبر مخالف آیه قرآن است که در نص آیه قرآن دارد که و ورث داوود سلیمان، داوود و سلیمان که دو تا پیغمبر بودن از هم ارث بردن، چطور جناب خلیفه شما اینجا به دروغ میگی که پیغمبر فرموده ما پیغمبرها ارث نمیگذاریم؟ حالا این قضیه به جای خودش بماند. ابوبکر به بهانه این حدیث از عرض کنم که دادن حق امیرالمؤمنین امتناع کرد، این در واقع از حق دادن حق فاطمه زهرا سلام الله علیها امتناع کرد. فرأیتماه، شما دو نفر یعنی شما عباس و امیرالمؤمنین ابوبکر را دروغگو دانستید، گناهکار دانستید، فرأیتماه کاذبا آثما غادرا خائنا، یعنی نظر توی امیرالمؤمنین، نظر شمای امیرالمؤمنین علیه السلام و عباس عموی پیغمبر نسبت به ابوبکر این است که شما دوتا نظرتون این بود که ابوبکر دروغگوست، گناهکار، نیرنگ باز است و خائن. خب بعد ایشون بعد میاد تعریف از رفیقش میکنه، میگه والله یعلم انه لصادق، خدا میداند که او راستگو بوده، که بماند. در ادامه حدیث میگه ثم توفی ابوبکر، ابوبکر از دنیا رفت، و انا ولی رسول الله، من شدم جانشین پیغمبر و خلیفه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، و ولی ابوبکر، من جانشین پیغمبر و جانشین ابوبکر شدم. بعد شما دو نفر فرأیتمانی، یعنی شمای امیرالمؤمنین علیه السلام و عباس، باز نظرتون نسبت من چی بود؟ که من را کاذبا آثما غادرا خائنا، شما دو نفر هم من رو دروغگو میدانستید، گناهکار میدانستید و میدانید، نیرنگ باز میدانستید و میدانید و خائن. دقت کنید، خود عمر داره میگه آقا نظر شما دو نفر نسبت به من و ابوبکر این است که من و ابوبکر را دروغگو، نیرنگ باز، خائن و گناهکار میدانید. شما چی میگید دیگه؟ شما دارید میگید حسن روابط داشتن، شما از عمر بهتر میفهمید. عمر داره میگه نظر شما علی علیه السلام و عباس نسبت به من و ابوبکر چنین است، شما باید بیان به دروغ مردم بگید نه خیر آی مردم، اینا با هم حسن روابط داشتن، چنین چیزی نیست، اینا با هم مشکل داشتن، در هیچ جا هم امیرالمؤمنین اینها رو تأیید نکرده و هر چه که شنیدید دروغ است. اگر باور ندارید و اگر کتاب دم دستتون هست، این حدیث مفصل رو دو مرتبه دقت کنید، مقدارش هم که لازم بود برای شما خوندیم، شما هم خودتون مراجعه کنید، متوجه بشید که بین امیرالمؤمنین علیه السلام و ابوبکر و عمر هیچ گونه دوستی و رفاقتی وجود نداشته است. امیدوارم ان شاء الله به زودی زود حق برای همه حق جویان
واضح و آشکار بگردد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.